ببین از دهه 40 که من مسابقه تئاتر رو خوندم، همیشه دنیاشون دنیای جداگانه است از دنیای سینما. یعنی خیلی برای خودشون یک، به نظر من درستم هست، و به سینما هم دیر تن دادن. یعنی همشون اگر نگاه کنیم، همه این بازیگران تئاتر رو دیرتر اومدن سینما. از نصرت فرتوی که یه فیلم بازی کرده، اونم گوزناست در واقع، بریم خانم فرزانه تاییدی که خب خیلی دیر اومده بوده. اینا همه رو در واقع نگاه کنیم، در واقع اکثرا در واقع تئاتر که از تئاتر که می‌خواستن بیان سینما خیلی براشون سخت بوده، تا اینکه سینمای موج نو اومد و اینا. الان هم باز تئاتر همون ارتباط رو با سینما، مشکل با سینما داره یا نداره؟ می‌دونید دو تا چیز وجود داره. اول که الان اگه تو در تئاتر خوب باشی، سینمایی ها خوب میبیننت. یعنی کارگردان های سینما اتفاقا دوست دارن که از به تئاتریا نقش بدن. ولی یک چیزایی وجود داره و اون اینه که خیلی کم کارگردان هایی پیدا میشن که بیان ریسک کنن و بگن تو بیا نقشه یک منو بازی کن. کارگردان ها همیشه میگن که این نقشه خیلی نقشه مهمیه، ولی مثلا یه سکانسه خیلی نقش مهمی، ما میخوایم یک بازیگر خیلی خوب اینو بازی کنه. مثلا یکی از که تو تئاتر برای خودش درخشانه رو میارن اونو بازی کنه. و خب برای بازیگرم حتما همه اینو جالبه، تمام این مدیوم ها جالبه، دلش میخواد توش تجربه کنه، واسه همین میره. میگم اینا هست. یا مثلا میگن که خب ما الان پولمون کمه، بریم از تئاتریا بیاریم بازی کنن. بعد تو میگید اینو نگو، بگو من بازیگر خوب میخوام. تئاتری بازیگرای خوبی هن، مثل سینمایی ها فرقی نداره. بازیگر خوب خوبه به نظر من، چه در تئاتر بازی کنه، چه در سینما بازی کنه، چه در تلویزیون بازی کنه، در هر جایی. خیلی، چون همه، یعنی همه اینا انقدر و تماشاگران انقدر باهوشن که تو اگه یه جا بد باشی فرقی نداره، رو صحنه باشی یا تو قاب تلویزیونش باشی، تو بد باشی بدی. و موضوع اینه که الان، نه الان برگردم به سوال شما، الان تئاتریا بازیگرا میرن در کارا بازی میکنن، ولی خیلی ممکنه طول بکشه که اطمینان بهشون بشه و بگن که بیا نقش اول بازی کن. نه حتی به تئاتریای جدید و تئاتریای قدیمی بگن تو بیا مثلا یه نقشه یا یه نقش مکمل اینطوری رو بازی کن، انقدر مهم، یه چیزی که تو بتونی توش مانور بدی، بتونی توش عرض اندام کنی، بتونی باهاش کیف کنی، بتونی باهاش خوشحال باشی. خیلی این کم پیش میاد، امیدوارم بیشتر و بیشتر بشه. ولی موضوع اینه که نه، نسبت به گذشته الان خیلی بچهای تئاتر. اما نکته ظریفی تو حرفات بود این که اعتماد نمی‌کنن نقش اول رو سینمایی یا به در واقع به تئاتریا بدن. یعنی تئاتریا معمولا خیلی کم نقش اول بازی می‌کنن. یعنی تئاتریا الان بیشتر بازیگران نقش مکملن، یعنی بازیگران مطرح تئاتر بیشتر نقش مکملن و البته شدن بازیگر نقشه اصلی، نه که نشده بشن. آره، یعنی شدن نقشه اصلی. نه اصلا داریم از همه چی نسبیه دیگه، یعنی ما داریم مطلق که حرف نمی‌زنیم. من خودم فقط تئاتر کار میکردم، تصویر خیلی کم، خیلی کم هنوز کار کردم. چرا؟ با شما مثلا اون سریال خودمونو کار کردم. آره، ولی چیزم من فکر میکنم تو قبل از اونم کار کرده بودی تصویر. کار کرده بودم ولی نه نقشه یک نه. آها. ولی اولین بار آقای دنیا آمدن نقشه. آقای عبدالوهاب مثلا اومدن راجبه، چون زندگی یه تئاتری هم بود، مثلا یه تحقیقاتی و اینا، تایم طولانی چون تحقیق کردن روی فیلمنامه‌شون و خیلی هم جالب بود. به من گفتن که میای جلوی دوربین من تست بدی؟ گفتم معلومه که میام، اصلا دوستم از ذوق میمونم، گفتم معلومه که میام. و رفتم و تست دوربین دادم و گفتن به من نقش رو پیشنهاد دادن. و خب مثلا اون نقش خب خیلی برای من جالب بود، حالا فیدبک‌هاش هم خوب بود، حتی نقش خوبی بود، من فیلمو دیدم، کاندید سیمرغ شدم و از این چیزا. ولی میخوام بگم، نمیگم چقدر مثلا خوب که آقای عبدالبها به من اطمینان کرد، چقدر خوب برای من که به من اطمینان کردن، چون این اطمینانا و این ریسکا یهو میتونه یک بچه‌های خیلی با استعداد جالب با دانش و با تفکر رو معرفی کنه به سینما.
ما خیلی داریم تو تئاتر از این بچه‌ها، بچه‌های کوچیکی که مثلا بین 20 تا 30 سال که درجه یکن.